بریم سراغ آقای محمد رزاقی از پاریس، پاریسی که رئیس جمهور فرانسه هم دیروز اعلام کردن کرونا گرفته. ببخشید اگه صدای این زیاده. کرونا گرفته و فعلا باید در قرنطینه باشه و گویا معاونش کارها رو انجام میده، ضمن اینکه خود ایشون از اون قصرش یا منزلش کارها رو انجام میده. ضمن اون آقای اسدیان که آقای محمدیان گفتن گویا شاعر هست و این سازمان مجاهدین هم درباره شعرا کم نمیاره و اینا هم یه نوع مداحن، همونجور که جمهوری اسلامی یه سری مداح داره، سازمان هم قبلا هم الان به نظر میسته مداحانی داره. آقای رزاقی سلام میکنم به شما، خیلی ممنون که با ما بودید و ببخشید اگه چند دقیقه دیر شروع کردیم، مشکلی نیست، شما اون دقایق رو میتونید بعداً به اصطلاح داشته باشید. همین سوالاتی که از آقای محمدیان پرسیدیم در رابطه با شرایط سخت کرونا که برای همه مشکله، همه دنیا، حتی اونایی که آزاد هستن، ولی مضاعف میشه برای افرادی که در سازمان هستن، اونم در وضعیت زندگی عمومی. بفرمایید که شما چی میدونید و بحران کرونا و این مرگ و میرها رو چگونه در رابطه با سازمان میتونید تعریف کنید؟ با سلام آقای به شما و همه بیننده ها و هموطنانمون و دوستانی که روی خط هستن، راستش بخوای آقای محمدیان یه سری توضیحاتی دادن که حرفای منم هستش، ولی من میخواستم اینجا یه اشاره این موضوع به چند تا موضوع به صورت باز به حساب اشاره بکنم. آقای سوربی ببینید، این یه بیماری هست که بیش از یک سال توی به حساب دنیا پخش شده، یه ویروسیه که توی دنیا پخش شده یک ساله. ببخشید این صدا از اونجا میاد؟ اونجا دارن کار میکنن؟ چیزی هست؟ این همسایه بالایی نه، مشکلی نیست، مشکلی نیست، فقط میخواستم اشکالی اینجا نباشه، من اگه باشه برطرف کنم، و الا این همه جا هست، تعمیرات و من یادم یه سال رفته بودم کانکون به اصطلاح چند روز وکیشن، آقا انقدر اینا با اونجا همه سنگا مرمره و ساختموناشون مثل ایرانه، چوبی نیست، انقدر چکش و پتک زدن ما زودتر دست پامونو بستیم راه انداختیم رفتیم از اونجا. در اصل چون من این صدا رو شنیدم تعجب کردم، ولی هیچ مشکلی نیست، بفرمایید. خب این ویروس فراگیره، یعنی مالی خاص یه منطقه یا یه قاره نیست، الان همه قاره اروپا و آمریکا و آسیا همه جا این بیماری هستش، توی خیلی از کشورها هم هستش از جمله آلمان. البته آلبانی اومد یه سری اقدامات نظامی، یعنی به حساب حکومت نظامی ایجاد کرد که مثلا تردد ممنوع با اجازه کتبی و قبلی و فلان اینا، و از اونجایی هم که یه واقعیت رو قبول بکنیم، کشور نیست که مثلا زیاد توریست داشته باشه یا مثلا جمعیت زیادی داشته باشه حتی به لحاظ نفوذ و اینا، اونقدر مثل کشورهای اروپایی مثلا غرب اروپا چیز نیست، به حساب فراگیر نیستش. ولی نکته اساسی اینجا هست که آقای سوربی بیش از یک سال فرقه رجوی داره فریبکاری میکنه، لاپوشانی میکنه که افرادش مبتلا به کرونا شدن، اینو لاپوشانی میکنه. چجوری لاپوشانی میکنه؟ در یک سال گذشته هر کس که مرده، ایست قلبی، نمیدونم سکته قلبی یا نمیدونم مریضی های چیز سکته مغزی، با این چیزا اون چند نفر که توی این یک سال مردن رو لاپوشونی کرده. البته این یکی هم از دست داد، خودش اعتراف کرد در مرگ این حمید اسدیان، هم مجبور بود این اعتراف بکنه هم از دستش در رفت، یعنی هر دوتاشو باید حساب بکنی. چجوری باید حساب بکنیم؟ به خاطر اینکه آقای صاحبی ببینید، یه اتفاقی که این افتاده توی به حساب اردوگاه اشرف 3، یه عده مبتلا به کرونا شدن، اینها همچین امکاناتی ندارن که به حساب دکتراش اینا بتونن حتی این مریضی رو تشخیص بدن، چون دکترای اینا
30 سال، بعضیشون 40 سال توی اردوگاه زندگی میکنن و هیچ علم بروزی ندارن. شما اگه مثلا حتی بعضی داروهایی که توی این 20 سال گذشته به حساب تولید شده با اسامی های مختلف، مثلا اینها فقط یه استامینوفن میشناسن، یه اسم این قرص به حساب سردرد و اینجور چیزا، یه پروفین میشناسن اسم این بیماری های عضلانی، نه چیزای خاصی. به طور جد میتونم بگم که عطاری های ایران بیشتر از پزشکی های ایران بروز هستن. یه عطاری تو ایران، یه مغازه عطاری بیشتر از دکترها اینا بروزه. این یک. دومن این که ببین آقای سربی، یه واقعیتی هستش، زندگی جمع تشکیلاتی که آقای محمدیان اشاره کردن، زندگی تشکیلاتی میگیم همش اون چیز دیسپلینش نیستش، یه زندگی جمعی هست. زندگی جمعی 40-50 نفر در یه آسایشگاه، 100-150 نفر در یه غذاخوری، 10 تا توالت یا حموم برای 150 نفر. یعنی اینجوری حساب بکنیم که اون تشکیلات این نیست که مثلا هر کس در خونه خودش با همون دیسپلینی که به حساب گذاشتن، دیسپلین سازمانی، رفتار بکنه، بره بیاد فلان اینا. اینها در زندگی جمعی مجبورن اون دیسپلین رو به حساب رعایت بکنن. در نتیجه زندگی جمعی برخلاف تمام توسعه ها، به قول معروف 3-4 تا توسعه عمومی هستش، همه پزشکا تو آفریقا اینو میگن، تو آسیا میگن، تو اروپا میگن، تو آمریکا میگن، یکی فاصله، یکی عدم تماس با حساب این همدیگه، با به حساب توی چیزهای جمعی همین که شما میگیم مهمونی اینا نباشه، یکی دیگه هم رعایت بهداشت. ببین این ستا به حساب اون شرایط فردی رو باید داشته باشه، یعنی یه جای باشه. حتی تو خونه یه نفر مریض میشه، اتاقش رو جدا میکنن، حمومش رو جدا میکنن، توالتش رو جدا میکنن و یه سری امکانات بهداشتی میذارن که اون هر وقت از اون حموم و توالت استفاده کرد بتونه اونجا را ضد عفونی بکنه، فلان بکنه. تو زندگی جمعی این امکان پذیر نیستش و نمیکنم اصلا. فرقه رجبی این امکانات رو نمیده به افراد که مثلا دست هر نفر یه اسپری بسیار تمیز کننده بده، یا یعنی اینکه بیاد برای هر نفر یه اتاق بده که مثلا بره زندگی جداگونه بکنه، عمرن این کار نمیکنه. پس در نتیجه علت این که این بیماری کرونا میتونه اونجا فراگیر بشه، اون زندگی جمعی که الان دارم تون تون صحبت میکنم، به خاطر اینکه میخوام به یه حرفم برسم، میبخشید. در نتیجه اونجا هیچ جوابی نداره که بچه کنترل کرد. اونجا افراد بیشتری دچار این بیماری خواهم شد و شدن. به یه نکته اساسی که اینجا هستش، این فریبکاری و پنهانکاریش اینجا چرا زد بیرون. آقای سربی گفتم هم میخواسته و هم به حساب اینو از دستش در رفته. از دستش چجوری در رفته؟ این مرگ رجبی چجوری این ترکیه رو فیصل اومد تو نشست مریم مرگ رجبی رو به حساب اعلام کرد. اینم نمیخواست مرگ افراد به صورت کرونا اعلام بکنه به خاطر مریضی برای کرونا، مجبور شده که یک نفر رو اعلام بکنه که گویا فقط همین یک نفر مرده، که در مقابل اون به حساب در آینده اگه سوالی به حساب پرسشی پیش اومد این بتونه بگه که بله ما اعلام کردیم. ولی یه نکته اساسی هست که چون پای این بیماری دکترای بیمارستان آلبانی فهمیدن که اینها بر اثر کرونا دارن میمیرن، اگه دکترای مجاهدین نتونه تشخیص بده و نمیتونن هم تشخیص بدن چون علم رومشو ندارن، بعد در نتیجه دکترای آلبانیایی اینو تشخیص دادن و حتما گزارش دادن به مقامات بالا که آقا همچین نفرات دارن از این اردوگاه میان با این علائم بیماری و دارن میمیرن. و اونجا که پزشکا به مقامات آلبانیایی رفتن، چند روز پیش رفتن اردوگاه اشرف، بر این مبنا بوده، نه اینکه خود فرقه رجبی دعوت کنه که آقا شما بیاین از اینجا بازدید بکنید. این خواسته ناخواسته لو رفته.
اما در مورد یه موضوعی شما از آقای محمدیان هم پرسیدین که چرا فرقه رجبی مجبور شده اینو به حساب مطرح بکنه یا در این چیزا اردوگاه اشرف رو باز کنه، علاوه بر اون که اون به حساب علت را آقای محمدیان گفتن، برای برگردیم به قبلش که چرا اینو نمیگفته، علنی نمیکرده تو این یک سال گذشته همه این نفراتی که مردن، چرا به حساب حتی این دو هفته گذشته که 10 نفر مردن و یکیش هم نگفتن که بر اثر کرونا مرده، اعلام نکردن به صورت رسمی. قبلا هم که تو نشریهشون میزدن، حتی تو نشریهشون عکسشون رو نزدن، فقط توی آقای آزادم اشاره کرد توی اخبارشون به صورت کوتاه و گذرا به این اشاره کردن رفتن. یکی این که آقای صاحبی نمیخواستن حساسیت خانواده ها رو برانگیزن که بگن که خانواده ها نمیخواستن متوجه این موضوع بشن که عزیزانشون توی اردوگاه به حساب اشرف ستوی آلبانی دارن بر اثر کرونا میمیرن. دو، نمیخواستن مجامع بین المللی یعنی پای مقامات بهداشت جهانی یا مجامع حقوق بشری یا مجامع بین المللی به اونجا باز بشه. سه، حتی نمیخواستن پای این مقامات آلبانیایی به اونجا باز بشه، چون میدونستن که اگه مقامات آلبانیایی بیاد اونجا هر چقدر با پول و با رشوه اینا را تطمیع کنه خبرش بالاخره در نهایت بیرونی میشه. از ترس اینا تا حالا یک سال داره این فریبکاری میکنه، یک سال لاپوشانی میکنه. اینم چرا این کارو میکنه؟ این شیوه شناخته شده فرقه رجوی هستش. آقای صاحبی ببینید، رجوی اصطلاحی داشت چراغ خاموش، میخواست همه چیزایی که جلب توجه میکنه و یا اون چیزایی که اینو میبره زیر ذره همیشه چراغ خاموش ازش رد بشه. مثلا در جنگ اول کویت، زمانی که صدام رفت کویت اشغال کرد، رجوی فوراً یه رادیو داشت اون رو بست. بعدن هم توی نشست گفت که ما چون نمیخواستیم موضع گیری بکنیم بر علیه بساب صاحبونه یا بر علیه آمریکا، خواستیم اینجا چراغ خاموش رد کنیم. یا در زمانی که عملیات های خمپاره زدن میشد به اسم ستاد مجاهدین چیز نمیکرد، بساب در عراق اطلاعی نمیداد، به اسم ستاد داخل مجاهدین در داخل ایران که وجود نداشت. در نتیجه این شیوه شناخته شده فرقه رجبیه که بخواد یه سری مسائل رو چرا خاموش رد بشه. ولی حالا دست خدا به قول مرحوم چیز به حساب فوتبال مارادونا گفت دست خدا، دست خدا بود چی بود این به حساب مرگ حمید اسدیان و اینها مجبور شدن علنی بکنن و این ثابت کرد که از چند ماه پیش اگه یادتون باشه هم خانمایی که می اومدن مصاحبه میکردن، خانم معینی یا خانم محمد نژاد اینا، میگفتن که خبرهایی هست که در به حساب اردوگاه اشرف یه دچار کرونا شدن. اون زمان اینا نه موضع میگرفتن نه حرفی میزدن، در صورتی که از 470 شهر ایران هر روز آمار مرگ کرونا صادر میکردن که نمیدونم 100,000 نفر مرد، امروز 20,000 نفر مرد از 470 شهر ایران، ولی یک دونه از اردوگاه خودشون گزارش نمیدادن، در صورتی که جدا شده ها اینا چکار میکردن؟ افشا میکردن. آقای رزاق، این عکس آقای اسدیان عکس جدیده یا اینم مثل دیگران عکس 30-40 سال پیشش هست؟ چون به نظر جوون میاد. بله، این عکس تقریبا میشه گفت زمانی که تو فرانسه بود، یعنی میشه گفت مال 20-30 سال پیشه. یه عکس من فرستاده بودم اگه توی چیز کلاه گذاشته سرش، البته اینم اینجوری بگم به زبان لوری بگم که متوجه بشم، رجبی اینم مردار کرد. این که اسم شاعر و نویسنده یدک میکشی، آقای سربی سال 89 به حساب ما اینجا یه اکسیونی داشتیم توی چیز 2009 مذارت میکنم
2009 یه آکسیونی داشتیم توی سیجی، همین طاهرزاده و همین طاهرزاده که مزگوم میزنه به قول خود رجبی و همین اسدیان که شاعر و نویسنده هست، از دست طاهرزاده مزگوم گرفت و از دست این قلم رو گرفت، دستشون چماق داد به ما حمله کردن، حتی آقای کرمی اونجا زدن دهنشینا خونی شد. همینا بودن، یعنی اینکه رجبی اینم اون نویسنده و نمیدونم اینکه قلم به مزدور بود، این بحثی توش نیست، ولی حتی اون قلم رو از دستش گرفت، چماق رو داد دستش و به قول معروف یکی از فلانجای رجبی شد. و حتی برای اونهایی که جدا شده بودن ولی به اسم جدا شده بودن، یعنی روح و فکرشون با رجبی بود و برای سلامتی آقای رجبی صلوات میفرستادن و آرزو میکردن که دوباره بیاد به حساب مبارزه، رهبری مبارزه رو دست بگیره، به اونها هم همچین چیزایی نوشت که والا ما خجالت کشیدیم. یه سری القابی استفاده کرد، یه سری چیزایی استفاده کرد که با کسایی که 20 سال نشسته بود سر سفره با هم دیگه بودن در اوج نامردی قلم فرسایی کرد. در نتیجه آقای سربی، این که این کرونا به حساب اینجوری علنی شد، مایه شرمساری فرقه رجوی شد که به حساب خودش اعتراف نکرد تا مجبور بشه اعتراف بکنه. یعنی از اول اینو میومد روی میز میگذاشت که آقا ما همچین مشکلی داریم، نفرات ما هم دوچار شدن، و اجازه میداد حتی خانواده ها میگفتن ما بیان با پول خودمون برای اونا. من یادم چند تا از خانواده ها نامه نوشته بودن که ما حاضرین با پول خودمون بیایم به حساب اونا را دکتر ببریم و به حساب امکانات فراهم کنیم. حتی خانواده ها هر بار که این نفرات فوت میکردن، خانواده ها میومدن اونجا ابراز چیز میکردن، به حساب نگرانی میکردن که ببین اینها دارن میمیرن بر اثر کرونا و ما نگران عزیزانمون هستیم، خواهرم، برادرم، پدرم، نمیدونم همسرم. اونجا میومدن مینوشتن نامه‌هاشونو، ولی فرقه رجبی انکار میکرد که انگار نه انگار همچین چیزی رخ داده. ولی الان معلومه که مرگ افراد، اونم مثلا در 23 آذر به مرگ حمید اسدیان اشاره کرده و اطلاعی داده، 23 آذر که 3 هفته با بیماری کرونا، یعنی 1 ماه قبلش این دچار این بیماری بوده که طی 3 هفته این چکار کرده؟ دست پنجه‌نرم کرده، بعد فوت کرده. یعنی شما حساب بکنید، قبلش هم که 8 نفر یه جا مردن، یعنی هر روز 1-2 نفرشون فوت کرد، و این نشون میده که اونجا اوضاع اصلا خوب نیستش و به همین خاطر باید یه جوری درش رو به روی مجامع بین‌المللی، به روی پزشکان آلبانیایی و خانواده ها به طور خاص باز کنه که اونا بتونن اعضای عزیزانشون رو از اونجا نجات بدن، حداقل در خود اون آلبانی اجازه بدن که اینها براشون خونه بگیرن. اون رضوی که این کارو نمیکنه، در نتیجه خانواده ها مایل هستن که این کارو برای عزیزانشون حتی توی آلبانی بکنن، بیان براشون خونه بگیرن، بیان براشون امکانات بهداشتی اینا فراهم کنن که از این حساب وضعیت نجات پیدا بکنن. بسیار ممنونم. من اون عکس رو نشون دادم ولی چون از وبسایتی چیزی گرفته شده خیلی دقیق نبود. ضمناً دوستان در رابطه با اون درگیری که شما گفتید، آقای کرمی هم مجروح شده، نوشتن که بیشتر از 50 مزدور رجوی به کمتر از 15 نفر زن و مرد حمله کردن، از جمله خود من، آقای موثقی نوشتن، و نوشتن فیلم هاش در یوتیوب موجود است. اگه دوستان لطف کنن لینک هایی رو اونجا بذارن. ضمناً آقای معبودی یه خبری رو نوشته بود که دوستان از ایشون سوال کردن آیا این خبر حقیقت داره. گویا یکی دیگه از افراد شناخته شده سازمان از دنیا رفته و ایشون نوشته و گفته که بله، از به اصطلاح صفحه خود مجاهدین عکس گرفتم. این چیزها رو ممکنه یه مدت بتونن به اصطلاح مخفی کنن، ولی بعد یه مدت میگن که آفتاب هیچ وقت پشت ابر باقی نمیمونه و مجبور میشن که بگن و در موردش. و اینجا نوشتن که افراد رو
ممنوع کردن از اینکه درباره کرونا با هم دیگه صحبت کنن، و اینم یه ماجرای دیگه. ضمناً دوستان باز در رابطه با اون آقای حسنپور نوشتن که همون چیزی که من گفتم، دعوت میشن که بیان صحبت کنن. من خیلی خوشحالم اگه این کار رو واقعا سازمان کرده باشه و چند نفر رو به اصطلاح بهشون مأموریت داده باشه که این برنامه ها رو نگاه کنن و هر نظری که دارن، من نمیدونم منظورشون از این کار چیه، ولی خوشحال میشم که اونا نگاه کنن، چون مطمئنم به اصطلاح دیر یا زود اونها هم به حقیقت پی میبرن. یکی از دوستان هم به شوخی نوشته بود که آقای رضایی فکر کنم همسایه شما رو هم سازمان مجاهدین پول داده و این دستگاه رو که صدا ایجاد کنه گذاشته اونجا. البته شاید این یه دلیلی بشه که ما از برنامه‌های آینده از دوستان خواهش کنیم اگر دارن از این گوشی‌های چیز استفاده کنن در حین برنامه، از این گوشی‌هایی که، چون وقتی میگیم گوشی یه جایی تو ایرانیا به تلفن‌های همراه میگن گوشی، حالا دیگه من نمیدونم به اینها چی بگیم. اجازه بدید من اینجوری نشون بدم. این گوشی‌هایی که وقتی میخوان خصوصی صحبت کنین یا موزیکی چیز کنین، این گوشی‌ها اگه باشه و میکروفون، صدا کمتر میاد. حتی اگه یه جایی باشه که صدا زیاده، صدای کمتر میاد. ولی این اتفاقات در برنامه‌های زنده میفته. حتی شرکت‌های بزرگ، تلویزیون‌های بزرگ این رو نمیتونن پیش بینی و نمیتونن پیشگیری کنن. در هر صورت برنامه زنده یکی از معایبش اینه که خود همین یه به اصطلاح حسنی هم حساب میشه. میگن که بله، امروز در شبکه سیما فرقه خبر فوت اشاره کردن، اسم اون آقا رو من بالا دیدم ولی الان نمیبینم. در اصل ممنونم از دوستان که اینجا هستن. من باز هم نوشتم دوستان لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتون شیر کنید. نگید من 5 نفر بیشتر ندارم. ممکنه یکی از اون 5 نفر توی گروه 50,000 نفره باشه و شما هم از ایشون خواهش کنید که این برنامه رو با دیگران شیر کنه. آقای رضایی بگید که این ماجرای به اصطلاح تعدادی رو فوتشون قبلا اعلام کردن، ولی شما و دیگران باور دارین که این هم فریبکاریه. احتمالاً فکر میکنید که اون هم در رابطه با کرونا بوده، حتی میگن ایست قلبی یا میگن از قبل مریض بوده و اینها میگن. در صورتی که به نظر من اگه بگن کرونا بوده، که خب کرونا بهترین درمانگاه های دنیا، بهترین کشورها از لحاظ بهداشت و اینها الان توش موندن، همین آلمان، همین فرانسه، اینا توش موندن. خب اینا تافته جدا بافته که نیستن، قشنگ بگن که ما هم این رو به اصطلاح مبتلا شدیم و از بین رفتیم و اینا. در اصل نظر شما چیه؟ باز برمیگردیم به این مخفی کاری سازمان و تا این حد چی؟ که البته بلا فاصله جواب برامون میاد که خب وقتی کسی مرگ، مفقود شدن، معلول شدن رئیس سازمان یا ولی فقیهشون رو اینجوری چندین سال مخفی میکنن، ما انتظار زیاد از حدی داریم که میخوایم در قسمتهای دیگه اینها صادق باشن و خبرها رو بگن. نظر شما چیه در این موارد؟ آقای صابی، همین که گفتم، ببینید اینها نمیتونن اینو اعلام بکنن که ما گرفتار همچین بساب ویروسی شدیم یا مثلا وضعیتمون در این اوضاع قرار داره. همون اشاره میکنن به اون چیز قبلی، چون اگه هر دکتری بیاد، دامپزشکم بیاد، عرض کنم خدمت شما، عطارم بیاد، بقالم بیاد، اولین چیزی که خواهد گفت چیه؟ زندگی قرنطینه، زندگی جداگونه، زندگی انفرادی. در نتیجه شیرازی اصلا، ببین شما به رجعی بگو 100 نفر، نه 1000 نفر از اون 2000 نفر بمیرن، ولی نگو که 10 نفر رو جدا کنید مثلا بفرستید توی آپارتمان زندگی بکنن. متوجه دارم میگم؟ بله. یعنی تشکیلات فرقه رجوی از این طریق از هم میپاشه، حاضر نیست. ببین من الان میگم، تأکید میکنم 100 نفر بمیره ولی یک نفر نیاد تو شهر جداگونه زندگی بکنه، چون اون یک نفر بیاد تو شهر زندگی بکنه 1000 نفر رو متناقض میکنه. اون یک نفر زندگیشو توی شهر میکنه، 1000 تا جنازه رو دست رجبی میمونه، یعنی جنازه زنده. در نتیجه ببین آقای سوربی، این اجازه نمیده
مخفی کاری میکنه خبر رو در یک خط، اونم در اخباری که تکرار نمیشه، اونم در اخباری که 99.99% ملت نمیبینن تو ایران. خب چند در خارج کشور چند نفری به خاطر به حساب تون خونه های چیز هستن، به حساب چه میگن مقرهای خارج اروپایشون هستن نگاه بکنن، ولی اروپا تو اروپا و تو آمریکا اینا کسی زیاد به تلویزیون اینا توجه ندارن که تلویزیون رجبی چی میخواد بگه، متنفر هستن خیلی ها. پس در نتیجه این یه چیزی میناز اونجا میره، اون گفتنش هم به درد نمیخوره که. در نتیجه این اجازه نخواهد داد، این به مخفی کاری با همین شیوه، با همین به قول معروف چرا خاموش ادامه میده. حالا ببینیم تا زمانی که مثلا یه واکسنی در بیاد همه مردم بزنن، این هم به حساب راضی بشن یا دستشون برسه بزنن، تا جلو مرگ میرا گرفته بشه. هر وقت توی دنیا جلو مرگ میرا گرفته شد، اونجا هم خواهد به حساب جلو گیری میشه و اون وقت میفهمیم که چند نفر در کل به حساب فوت کرده. ورنه این هیچ وقت اعلام نخواهد کرد که به حساب چند نفر فوت کرده. و یه نکته هم که اشاره بکنم آخر، آقای ساربی نمیخوام وقت زیاد بگیرم چون دوستای دیگه هم توی نوبت هستن، یه واقعیت این هستش آقای ساربی، اونجا افراد زیادی هستن که هم محمدیان هم گفت، شما هم خوب میدونید سنشون، میانگین سنشون 55-60. خب هر کس به یک دلایلی که خودمون میدونیم، بیگاری و اون بردوار کار کردن، هر نفری 5-6 تا بیماری اساسی داره و در نتیجه حتی به حساب آنفلانزا هم بگیره ممکنه بمیره، چه برسه به ویروس چیز کرونا. و یه علتی هم که آقای سوربی اونجا باعث میشه که یه سری مرگ و میرا زیاد بشه، ببین ترس افراده، افراد میترسن ابراز کنن که من مریض هستم، چون متهم میشن به تمارض، متهم میشن به اینکه میخواد تو آسایشگاه بخوابه، متهم میشه به اینکه کسی که تو آسایشگاه میخوابه به بورژوازی فکر میکنه، اون که به بورژوازی فکر میکنه یعنی زن میخواد، یعنی به زن زندگی فکر میکنه. ببین آرستور دروغ نگیم، ما خودمونم خیلی وقتا میترسیدیم که تو اون موقع که تو اردوگاه اشرف بودیم، که تو جلالا بودیم، تو تشکیلات رجایی بودیم، خیلی وقتا با درد کمر و درد پا میرفتیم سر کار که یه مارک نخوریم، یه تهمت نشنویم. خب که آقا تو میخوای آسایشگاه بخوابی، تو میخوای نمیدونم استراحت بکنی به خاطر اینکه خودت زدی به تمارض، و نمیدونم تمارض هم یعنی بورژوازی، میخوای آسایشگاه بخوابی به بورژوازی و به زن و فلان رو فکر بکنی. در نتیجه یه سری بدبختی هم از داخل نفرات اینجوری هستش. فرقه رجبی کاری کرده که نفر نمیتونه ابراز کنه که من مریضم، و این به حساب چیز بیشتر سخت‌تر میکنه. یعنی ببینیم در روزهای آینده آمار مجموعی آمار مریضی ها با این فرم زندگی که اینها دارن، زندگی جمعی، بهداشت جمعی، نمیدونم غذاخوری جمعی، همه چیا هم بیشتر خواهد شد. و متاسفانه باید بگم که شاهد مرگ افراد بیشتری خواهیم شد که برای رجبی هیچ ارزشی ندارن اینا بمیرن، ولی متاسفانه اینا خانواده دارن، به حساب خانواده هم، برای خانواده هم متاسفم که اینا به دور از اینکه حتی جنازه شون دست به حساب عزیزانشون برسه، توی خاک دیگه، توی کشور دیگه دفن میشن، و این خیلی تأسف برانگیز برای اون خانواده ها، و باید تأسف خورد که عزیزانشون اینجوری از دست میدن. ولی فرقه رجبی به طور خاص مریم بجر و سران فرقه در ویلاهای خودشون نشستن، به حساب صد تا هم از این ویروس ها بیاد بهترین امکانات دارن، بهترین کسی که 65 سالشه بهترین کرما و بهترین جراحی صورت انجام بده، خودشو 18 ساله نشون بده، ببینید دیگه برای چیزهای دیگه چجوری خرج میکنه. بله، اگه عکس خانم رجوی رو با 30 سال پیشش مقایسه کنید، این صحبت شما
به اصطلاح تایید میشه اونجا. من از شما ممنونم. دوستان نوشتن که اسم اون شخص جلال پراش یا پراش بوده و عکسش هم قرار شده دوستان بفرستن و میگن که کسی که فوت شده این آقای جلال پراش یا پراش، من نمیدونم، فوت کرده، یکی از فرماندهان ارشد فرقه رجوی بود که در نشست های یکی از شمارداران دست رهبری و شورای رهبری فرقه بود. در هر صورت حالا دیگه فوت شده، خدا بیامرزتش. شما میشناختین کاک جلاله؟ اون کاک جلاله، بله. این فامیلیش من نمیدونم، این پراشه، پراشه چیه، پراش فکر کنم باشه، پراش. در صورت دوستان قرار شد عکسش هم ارسال کنن، ما اگر عکس رو بگیریم نشون میدیم. خیلی ممنون آقای رزاقی که با ما بودید. امیدوارم که خیلی ممنون که این وقت با من دادیم و تشکر از کانون آوا. البته نمیشه حرفای زیادی زد، حرفای زیادی هستش، ولی بمونه برای برنامه بعد انشاءالله. میذاریم برای سال 2021. امیدوارم این جشن و تعطیلات و ایام حتی در این شرایط کرونا به شما و دیگران خوش بگذره و سال 2021 سالی بهتر باشه برای همه ایرانی ها و همه انسان های جهان. خیلی ممنون که با ما بودید. منم از فرصت استفاده میکنم، از اینجا به دوستمون ادوارد سال جدید رو تبریک میگم و همه هموطنانمون که هر کجا هستن با هر دین و هر مذهبی هستن. بسیار ممنون، خیلی ممنون، تشکر. دوستان عزیز، با آقای محمد رزاقی بودیم از